در سالگرد انقلاب بهمن از جانب مقاومت ایران اعلام می‌کنم که یک، به رغم وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها که در جهان امروز کمتر نظیر دارد، مردم ایران هیچگاه تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند. استراتژی رژیم آخوندی بر سر برنامه اتمی، صدور تروریسم و بنیادگرایی شکست خورده و نارضایتی اجتماعی و مقاومت سازمان یافته آخوندها را به بن‌بست کشانده است. دو، بزرگترین شکست رژیم آخوندی شکست حمله ها و کارزار گستردش برای انهدام مقاومت و توطئه ها علیه راهبر این مقاومت است. مقاومت ایران با عبور از سخت‌ترین آزمایش‌ها، با برنامه‌ها و طرح‌هایش و بیش از 3 دهه پشتوانه مبارزاتی، یگان راه حل دموکراتیک این رژیم است. سه، رژیم ولایت فقیه سرچشمه و تغذیه کننده اصلی تروریسم و بنیادگرایی در منطقه است. مهمترین و اولین قدم ضروری برای مقابله با افراطی‌گری تحت نام اسلام، خلع ید از این رژیم به ویژه در عراق و سوریه است و هر گونه شرکت دادن رژیم در ائتلاف علیه داعش 100 بار خطرناکتر از هر نوع بنیادگرای اسلامی تحت عنوان شیعه و سنی است و باعث گسترش و تعمیق فاجعه کنونی است. چهار، مواضع مماشاتگرانه دولت‌های غربی در مذاکرات اتمی این رژیم را در دستیابی به بمب هسته‌ای جریتر می‌کند. رژیم آخوندی باید به اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش بازرسی‌های سرزده در تمام سایت‌ها و مراکز مشکوک وادار شود. پنج، پرونده 36 سال جنایات رژیم آخوندی به ویژه در اشرف و همچنین قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باید توسط شورای امنیت ملل متحد به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع شود. جامعه جهانی باید این رژیم را مورد تحریم‌های همه جانبه قرار داده و مأموران و مزدوران و تروریست‌هایش را اخراج کند و شورای ملی مقاومت و دولت موقت برآمده از آن برای انتقال حاکمیت به مردم ایران را به عنوان جایگزین دموکراتیک این رژیم به رسمیت بشناسد. و شش، بر دولت آمریکا و ملل متحد و اتحادیه اروپا است که طبق تعهدات و وظایف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی، به ویژه لغو محاصره پزشکی و اعلام آن به عنوان کمپ پناهندگی تحت نظر ملل متحد اقدام کنند. آمریکا باید حفاظت لیبرتی را تأمین و تضمین کند و یا همچنان که 4000 پارلمانتر اعلام کرده اند، بخشی از سلاح‌های حفاظت انفرادی مجاهدین که در سال 2003 گردآوری شده را برای حفاظت و دفاع از خود در مقابل نیروی قدس و شبه نظامیان به آنها بازگرداند.